با درود به بینندگان عزیز تلویزیون ایرانیان در هفته گذشته با بازی هایی که رژیم در داخل کشور به آن دست زده بود ظاهرا تلاش کردند که قیمت طلا را پایین بیاورند دست سیاه دولت ولی فقیه در همه بحرانی که در این چند هفته مردم کشور ما با آن روبرو بودند دیده می شود همزمان در لبنان در انفجاری مهیب جنرال وسام حسن مسئول اطلاعات در سازمان امنیت لبنان به قتل رسید اگر وسام حسن را بشناسیم آنگاه می بینیم که اعترافات آقای ارباب سیر در واشنگتن مبنی بر اینکه با سپاه قدس طرح کشتن سفیر سعودی را داشته اعترافات از سر اجبار نیست آقای وسام حسن کسی بود که در مقام سرگردی و معاونت اطلاعات پرده از راز قاتلان رفیق خریری برداشت او بود که انگشت به سوی اماد مغنی کشید او بود که بدردین را فاش کرد و او بود که گفت دستگاه اطلاعاتی سوریه و ولی فقیه و حزب الله و جبهه خلق برای آزادی فلسطین فرماندهی عمومی به رهبری احمد جبریل نوکر همه رژیم های انقلابی منطقه در این جنایت بزرگ دست داشتند. همو بود که یک ماه و نیم پیش آقای میشل سماه وزیر سابق نماینده مجلس را هنگامی که از سوریه با شش بمب بازگشته بود تا این بمب ها را علیه شخصیت های لبنانی به کار برد و همینطور مذاهب را به جان هم بیاندازد او را دستگیر کرد و اعترافات او لبنان را تکان داد حتی نوکرانی مثل میشل اون نیز زبانشان قاصر بود که چگونه توجیه کرد این عمل جنایتکارانه باشند و سام حسن میدانست که هدف حزب الله و سوریه و همه نوکران سوریه و البته در پس پرده جمهوری ولایت فقیه هست شگفتا آقای علی اکبر صالحی به وزیر خارجه لبنان که یکی از نوکران عملم هست و حدیث نوکر من نوکری داشت تلفن میزند و تسلیت میگوید بیان که بداند که نقش سپاه قدس در این جنایت چه بوده است معمولا سوریه در این شرایطی که اسد عاجز از همه است تکیه روی حزب الله دارد و حزب الله هم اجازه از ولی فقیه میگیرد حالا در همه لبنان میگویند که وسام حسن شهید راه آزادی شد یک بار دیگر گروه مستقبل و متحدانش چارده مارس در میدان آزادی اجتماع کردند جالب بود که تصاویر خامنه ای نیز در کنار تصاویر اسد به آتش کشیده شد آقای ولی جملات سیاستمدار قدیمی دو روزی لبنان آقای سمیر جعجع فرمانده نیروهای لبنانی مسیحی آقای امین جمیل رهبر حزب کتاب مسیحی و صدخاتن از شخصیت های لبنانی انگوش به سوی دمشق کشیدن متحدان دمشق را مورد حمله قرار دادند و از جمهوری ولایت فقیه گفتند رژیمی رسوا در داخل کشور اینک در همه جهان نیز رسوا شده است حالا همه میدانند که هر جا فتنه ای هست به نوعی انگشت ولایت فقیه در آن دیده می شود همین دو تروریست القاعده که آمریکا برایشان جایزه گذاشته است آقای حربی و فیزی در ایران چه میکنند ظاهرا مگر رژیم دشمن القاعده نبود نه تروریست های جهان متحد شوید زیر عبای ولی فقی تا هفته آینده همه شما عزیزانم را به پروردگار بزرگ می